اراقچی وزیر خارجه رژیم در دمشق با بشار، دیکتاتور سوریه گفتگو کرد. خبرگزاری رادیو تلویزیون رژیم گزارش داد، خبرگزاری دولتی سوریه در خبری فوری نوشت بشار اسد و عراقچی در این دیدار راه کارهای توقف حملات تجاوزکارانه رژیم اسرائیل به لبنان و نیز ارائه کمکها و حمایت از برادران لبنان را در سطح مردمی و دولتی بررسی کردند. خبرگزاری فرانسه به نقل از منابع اسرائیل گزارش کرد در یک حمله پهپادی از عراق دو سرباز اسرائیلی در بلندی های جولان کشته شدند. رادیو ارتش اسرائیل اعلام کرد این حمله با دو پهپاد از عراق انجام شد. یک پهپاد توسط نیروی هوایی رهگیری شد و پهپاد دوم در یک اردوگاه نظامی در شمال بلندی های جولان منفجر شد. تایمز اسرائیل نوشت در حمله پهپادی از عراق به پایگاه ارتش اسرائیل در شمال جولان دو سرباز کشته و 24 نفر زخمی شدند. خبرگزاری غذایه جلادان نوشت نبویان رئیس فراکسیون مقاومت و نایب رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس گفت پاسخ حزب الله به اسرائیل در شعن حسن نصرالله خواهد بود. توقعات بعضی از دوستان در پاسخ حزب الله بالاست در حالی که این گونه نباید باشد چرا که این ما نیستیم که وسط میدان جنگیم بلکه الان وسط میدان لبنان و حزب الله قرار دارد نحوه پاسخ باید در اختیار حزب الله قرار بگیرد امروز دشمن با تمام امکانات و کمک همه سیستم اطلاعاتی آمریکا، آلمان، انگلیس، فرانسه و برخی کشورهای عربی به میدان نبرد با جبهه مقاومت آمده است. وی هشدار داد به جوانان کشور عرض می توان خود را حفظ کنید و بیدار باشید ما نباید از مکروهیله دشمن قافل شویم پاستار علی لاریجانی مشاور خامنه ای گفت رهبر انقلاب اسلامی تاکید کردند که باید تشخیص دهیم با چه کسی طرف هستیم به نظر نمیرسد ما با رژیم سهیونیستی طرف باشیم اتاق فرماندهی دشمن در منطقه دست آمریکاست منطقه با شرارت رژیم سهیونیستی طرف است که فرمانده آن آمریکاست و باید دقت کافی در کار داشته باشیم منطقه در وضعیت پیچیده است که به سادگی قابل حل نیست. اتاق فرماندهی شرارت ها در منطقه دست آمریکاست و رژیم صهیونیستی فقط خط شکن است و به همین دلیل باید توجه کرد که فرماندهی تمام شرارت هایی که رژیم صهیونیستی دنبال می کند در دست آمریکاست. به افسود جمهوری اسلامی معتقد است این کار آمریکایی هاست که در که از دور معماری ببخشید این کار آمریکایی هاست که از دور معماری جنگ می کنند اما دست آنها رو شده است اگر راه دیپلماسی پیموده نشود تا مدتی درگیری ها ادامه پیدا خواهد کرد تا دشمن بفهمد از طریق زور ماجرا حل نمی شود ارتش اسرائیل صبح روز 14 مهر اعلام کرد در طول ساعات شب هواپیماهای نیروی هوایی اسرائیل یک مرکز فرماندهی حزب الله در نزدیکی بیمارستان صلاح قندور که برای برنامه ریزی حملاتشان استفاده می کردند حمله کردند. بیانیه ارتش اسرائیل می افساید طی چهار روز فعالیت متمرکز در جنوب لبنان 250 نیروی حزب الله کشته شدند که شامل 20 فرمانده می شود. روز دوشنبه ارتش اسرائیل یک عملیات زمینی محدود و متمرکز را در جنوب لبنان برای از بین بردن نیروهای حزب الله آغاز کرد و انبارهای تجهیزات جنگی، پرتابگرهای موشکی آماده شلیک و تجهیزات انفجاری را کشف کردند. حماس اعلام کرد در حمله پهپادی که صبح روز شنبه به یک اردوگاه فلسطینی در لبنان یکی از فرماندهان این گروه به نام سعید اطولا همراه با خانواده اش کشته شد. به گزارش خبرگزاری رویترز، نیروهای حافظ صلح سازمان ملل متحد در لبنان روز شنبه 14 مهر اعلام کردند که به رغم درخواست اسرائیل برای جابجایی، مواضع خود را در جنوب این کشور ترک نخواهند کرد. رویترز در گزارش دیگری خبر داد برخی از کشورها در حال اجاره هواپیما هستند و شهروندان نیز خودشان در حال ترک لبنان هستند. وزارت خارجه کره جنوبی نیز اعلام کرد روز شنبه یک هواپیمای نظامی این کشور برای بازگرداندن 97 شهروند این کشور از لبنان به بیروت اعزام شده است. نیروی فرماندهی مرکزی آمریکا سنت کام اعلام کرد حدود ساعت 5 بعد از ظهر روز جمعه به 15 هدف حوسی در مناطق تحت کنترل حوسی ها در یمن حمله کردند. این اهداف شامل قابلیت های نظامی تهاجمی حوسی ها بود. این اقدامات برای حفاظت از آزادی دریانوردی و ایمنتر کردن آبهای بین المللی برای ایالات متحده اعتلاف و کشتی های تجاری انجام شد. رویترز 14 مهر به نقل از رسانه تحت کنترل حوسی ها نوشت حملات هوایی به چندین بخش از یمن از جمله صنعا پایتخت آن و فرودگاه هدیده انجام شده است این منبع افزود که حملات همچنین جنوب شهر زمر و چند پایگاه نظامی در جنوب شرق استان بیزارا را هدف قرار دادند رسانه های سوئد و دانمارک فاش کردند که حملات اخیر به سفارت اسرائیل در این دو کشور توسط یک باند تبهکار سوئدی عجیر شده از سوی رژیم آخوندی صورت گرفته است ویزیون اسفته سوئد گزارش داد بر اساس اطلاعات اسفته حملات به سفارت های اسرائیل در سوکولم و کوپنهاگ از جانب شبکه تبهکار فاکس صورت گرفت گمان می رود شبکه فاکس از جانب رژیم ایران عمل کرده باشد این منبع در گزارش دیگری گفت خبرنگار جنایی اسفته می گوید اطلاعاتی وجود دارد که راوا مجید رهبر فاکس بین عراق و ایران در تردد است پلیتیکن دانمارک نیز گزارش داد اطلاعات جدید نشان میدهد ارتباط پیچیده‌ای ای بین رژیم ایران با دو جوان سوئدی متهم به پرتاب دو نارنجک دستی در نزدیکی سفارت اسرائیل در کپنهاگ از طریق باند تبهکار فاکستروت مستقر در سوئد وجود داشته باشد.